تجمع قرائت‌شدگان در تهران. کشور ما دوست روی جهان نمونه. تجمع خریداران خودرو در تهران و اهواز. نماینده رژیم در بانک جهانی: راهی جز تصویب FATF نداریم. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان در تهران در مقابل دفتر مرکزی این مؤسسه غارتگر وابسته به سپاه پاسداران در خیابان آرژانتین تجمع کردند. غارت شدگان مؤسسه توسعه نهال البرز نشان در تهران در اعتراض به غارت دارایی‌های خود در مقابل اداره کشاورزی رژیم تجمع کردند. امروز 29 خرداد ماه 1397 ساختمان صدف کرمان خودروست. جمعی از خریداران کرمان خودرو در تهران در برابر ساختمان صدف کرمان خودرو تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها از بهمن سال گذشته برای خرید خودرو اقدام کرده و پول دادند. اما شرکت مربوطه اکنون میگوید پولی برای خرید قطعات خودرو ندارد. خریداران خودروی رنو در اهواز در اعتراض به فسخ یک طرفه قرارداد از سوی نماینده این خودرو در مقابل نماینده رنو در این شهر تجمع کردند. در جریان مخاصمات باندی و افشای فساد در رأس نظام آخوندی، پاسدار فیروزآبادی، مشاور نظامی خامنه‌ای درباره یکی از ویلاهای مصادره‌ای در شهر لواسان به مساحت 10,000 متر مربع گفت این ویلا 22 سال پیش با دستور خامنه‌ای به او تحویل داده شده و تا کنون حکمی برای تخلیه آن دریافت نکرده است. خاطرنشان می شود عوامل باند رقیب در یک افشاگری باندی خواهان پیگیری قضایی این موضوع و اخراج پاسدار فیروزآبادی از این ویلای مجلل شده بود. نهاوندیان معاون اقتصادی آخوند روحانی در مصاحبه با تلویزیون رژیم وحشت رژیم را از گسترش تحریم ها نشان داد. در مقابله با چالش های پیش رو، خب الان ما تعبیر جنگ اقتصادی رو از مسئولان عالی کشور داریم میشنویم. به هر حال ما بدخواهانی داریم در دنیا میخوان یه فضای جدید تحریمی ایجاد بکنن. ما در شرایط جدید میباید از انضباط بالاتری برخوردار باشیم. کمربندامون رو باید محکم کنیم. نماینده رژیم آخوندی در بانک جهانی گفت راهی جز تصویب FATF نداریم. فرهاد نیلی افسود چه بخواهیم چه نخواهیم FATF به قانون و مقررات مالی بین المللی تبدیل شده و خودداری جمهوری اسلامی از تصویب و رعایت این مقررات نه فقط بهانه آمریکا را برای تشدید تحریم‌هایش علیه تهران تقویت می‌کند، بلکه کلیه راه‌های همکاری جمهوری اسلامی با بانک‌های اروپایی و حتی چینی را مسدود می‌سازد.